در حالی که تنها یک ماه و چهار روز دیگر برای پایان زمانبندی تعیین شده برای خروج سربازان آمریکایی از افغانستان باقی مانده است، ظاهراً پیچیدگی وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان تصمیم گیری را برای رئیس جمهور قدرتمندترین کشور دنیا دشوار ساخته است. به باور جو بایدن دلیل های تاکتیکی وجود دارد که تصمیم گیری روی این مورد را با دشواری روبرو کرده است. آقای بایدن می گوید با متحدانش همچنان در حال مشوره روی خروج نیروهاست. دشوار خواهد بود که به زمان بندی اول می پابند بمانیم. دلیل های تکتیکی وجود دارد که خروج نیروها را دشوار می سازد. ما با متحدان ما که در افغانستان نیرو دارند ملاقات کردیم. اگر ترک کنیم ما این کار را به گونه منظم و محفوظ انجام خواهیم داد. رئیس جمهور آمریکا از سوی دیگر می گوید که این کشور قصد ندارد در افغانستان زمان طولانی بماند، اما مانده است که چگونه توافقنامه امضا شده با طالبان را عملی سازد. آقای بایدن در مورد پرسشی که از وی برای حضور سربازانش در سال آینده میلادی در افغانستان پرسیده شد می گوید که تصور نمی کند چنین مورد وجود داشته باشد. و به زودی روند به رهبری سازمان ملل برای پایان روشمند جنگ آغاز می شود. اما من قصد ندارم زمان طولانی آنجا بمانم. اما پرسش اینجاست که چگونه تحت کدام شرایط به توافقنامه‌ای که در زمان رئیس جمهور ترامپ امضا شده به آن عمل کنیم. در اوج دشواری که آمریکا برای تصمیم گیری روی خروج سربازانش از افغانستان روبروست، اینجا پارلمان آلمان حضور سربازان آلمانی در افغانستان را برای 10 ماه تمدید می کند. با این حساب نظامیان آلمانی پس از ماه می در افغانستان همچنان حضور خواهند داشت. ما به این انعطاف پذیری نیاز داریم، زیرا ما می خواهیم به درگیری نظامی خود در افغانستان پایان دهیم، اما می خواهیم با مسئولیت پذیری این کار انجام دهیم. برای این کار به زمان بیشتری نیاز داریم. سفیر افغانستان در اتحادیه اروپا و ناتو برگشت طالبان را برای مردم افغانستان قابل پذیرش نمی‌داند. اگر شما با هر کسی در افغانستان، زنان، دختران، مردان، بزرگان و هر کسی دیگر صحبت کنید، فکر می کنم هیچ کس خوش ندارد که طالبان دوباره برگردد و این تنها خواست ما نیست، یک افغانستان مقتدر، متحد و دموکرات خواست متحدان بین المللی ما نیز است. تنها 2 روز پیش دومین نشست ناتو در کنار موضوعهای دیگر برای تصمیم گیری روی خروج نیروهای خارجی از افغانستان برگزار شد، اما همچنان بی‌نتیجه.